از احزاب و گروه ها تقاضامون اینه که در یک محیط سالم قانونی با رقابت های اصولی و منطقی انشالله بسترساز مشارکت و حضور بیشتر مردم باشند. آغاز شمارش معکوس برای انتخابات مجلس ایران در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا رقابت جدی است؟ رای دهندگان چه میخواهند؟ تحریم کنندگان به چه امید دارند؟ این سال را از میهمانان برنامه میپرسیم. همچنین در برنامه امشب اطلاعات تازه درباره میدان نفتی تازه کشف شده ایران. وزیر نفت میگوید حدود 2 میلیارد بشکش قابل بهره برداری است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف ذرات اورانیوم در یک سایت پیشتر اعلام نشده ایران خبر داد. آژانس میگوید ذخایر اورانیوم ایران هم در حال افزایش است. و ناآرامی بعد از مرگ یک شاعر عرب در اهواز، مرکز خوزستان دیشب و امروز ناآرام بود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. با بازگشایی ستاد انتخابات در ایران، مقدمات رقابت برای مجلس 11 رسما کلید خورد. مجلسی با 290 عضو. از همین حالا جریان‌های سیاسی داخل حکومت هم کم و بیش به تکاپو افتادند. اصولگرایان با گفتگو درباره یک شورای ائتلاف و اصلاح طلبان با رایزنی درباره یک شورای سیاست‌گذاری. ولی از هر دو اردو صداهای متفاوت و نواهای ناهماهنگ به گوش میرسد. مهمتر از آن بحثی پردامنه در گرفته که زمینه آن بعد از اعتراضهای دیماه 96 شکل گرفت. بحث بر سر رفتن پای صندوق رای یا تحریم آن. مشارکت طلبان چه میگویند و تحریم کنندگان چه میخواهند؟ فضای داخل ایران به کدام طرف متمایل است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مریم افشنگ. افتتاح ستاد انتخابات در ایران با حضور وزیر کشور. بیش از 3 ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده. از شروع ثبت نام که انشاءالله در 10 آذر ماه خواهد بود تا انتهای انتخابات حدود 83 روز زمان خواهیم داشت که بتوانیم یک انتخابات با شکوه، سالم، در محیطی امن و با مشارکت بالا انشاءالله با محوریت قانون داشته باشه. حکومت انتخاباتی با شکوه می‌خواهد. از کلیه احزاب سیاسی هم می‌خواهد اولویتشان جلب مشارکت حداکثری مردم باشد. اصرار به مشارکت در حالی است که فشارهای اقتصادی بسیاری از مردم را ناراضی کرده. فشاری که بخشی از آن بر اثر تشدید تحریم هاست و بخشی از آن به باور بعضی ناشی از فساد اقتصادی در لایه‌های مختلف حکومت. انتخابات را نماد و شاخص مقاومت و استقامت مردم در مقابل فشار، زورآزمایی ها و تحریم هایی که دشمنان ما بر علیه انقلاب و اسلام و نظام اسلامی دارند تبدیل بشه به یک مانور قدرت، مانور مقاومت، استقامت، حضور و مشارکت مردم. آرام آرام فضا انتخاباتی تر می شود و احزاب مختلف شروع به رایزنی و یارگیری می کنند و شعارهای انتخاباتی می دهند. درود می فرستیم و سلام می کنیم به فرزند برومندش حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی. افتخار این دیار. بعضی همین حرفهای حسن روحانی را گرم کردن تنور انتخابات می دانند. با همه الزامات از سوی دیگر زمزمه اختلافاتی در بین اصلاح طلبان بر سر چگونگی حضور آنان در انتخابات مجلس به گوش می‌رسد. اصولگرایان هم هنوز ائتلافی برای انتخابات پیش رو تشکیل ندادند. این فیلمی است که خبرگزاری مهر به تازگی منتشر کرده. میتونم بزنم ورق بزنم؟ آشنا نیستن. چرا فخر عکساتون؟ نشده بودم کیا اینا؟ کسانی هستن که توی جنگ شاید شرکت کرده باشن؟ آی کمره نره؟ شهید هسته‌ای بوده؟ نمیشناسم. منم نمیشناسم. بکنم نماینده های مجلس.
جدا این که شاید برای مردم کوچه و خیابان هنوز حرف از انتخابات و تصمیم گرفتن برای رفتن پای صندوق رای زود باشد، چندی پیش بخشی از منتقدان و مخالفان حکومت اعتراض خود را اینطور بیان کردند. این شعار و اعتراضات دیماه 96 و صدها اعتراض کارگران، دانشجویان، مالباختگان، معلمان و بازنشستگان در سال گذشته نسبت به وضعیت بد معیشتی شاید زنگ خطر برای حکومتی باشد که همیشه با شعار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات میگوید از حمایت اکثر مردم برخوردار است. مریم افشنگ، BBC. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، از شهر لاهه با ماست و همینطور حسین اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی از تهران، و ملیحه محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از برلین. از هر سه مهمان محترم یک سوال رو در ابتدا میپرسم. اولم از آقای ملکی شروع میکنم. آقای ملکی، شما در انتخابات شرکت، یعنی انتخابات رو تحریم میکنید یا اینکه تشویق به مشارکت؟ فقط خیلی کوتاه جواب بدید، اینو اول میپرسیم که زمینه بحث فراهم بشه، بعد بیشتر درباره صحبت میکنیم. بله، من اگر منظورتون انتخاباتی که در ساعت پیش رو هستش میفرمایید، خب من قائل هستم که انتخابات نیست بلکه رای گیری است. در مورد این صحبت خواهم کرد و در رای گیری که شرایط انتخابات آزاد، عادلانه و مؤثر رو نداره، خب شرکت کردنش بیهوده است. آقای زیدآبادی، شما چی فکر میکنید؟ شما قائل به مشارکت هستید یا تحریم؟ من فکر میکنم اگر انتخاباتی برگزار بشه که آدم در واقع یک ناظری بتونه به این باور برسه که این انتخابات میتونه در سرنوشت سیاسی یک تأثیر حداقلی داشته باشه، حتما من شرکت میکنم، ولی چون این چشم‌اندازی نمیبینم. و خانم محمدی؟ من فکر میکنم انتخابات این دوره خیلی متفاوت نیست از دوره های دیگه، و من برخلاف بسیاری دوستان سختی شرایط کنونی رو علت اهمیت بخشیدن به این انتخابات میبینم. فکر میکنم با توجه به اینکه انتخابات منطقه‌ایه و هر کس در ایالت ولایت خودش ممکنه انتخاب مثل محمود صادقی، مثل پروانه سلحشوری، مثل مطهری داشته باشه، شاید یعنی فکر میکنم که شرکت مناسب تر. خب آقای ملکی، در مورد دلیلی که شما ارائه کردید اگر بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. گفتید که این انتخابات نیست و رأی گیریه. بله، ببینید، ما نیازمند اعاده حیثیت از مفهوم انتخابات هستیم در جمهوری اسلامی. نکنید در جمهوری اسلامی بخش خب سر به اقتدارگرا که مشخصا مثلا باوری به انتخابات ندارن از منظر به نوعی نظری، اون بخش اصلاح طلب هم متاسفانه در این سالها چیزی که در جمهوری اسلامی انجام شده رو به عنوان انتخابات به نوعی جا انداختن. بلکه ما در حوزه علم سیاست وقتی میگیم انتخابات، یک ابزار مشخصی است با یک ویژگی‌های خاصی که برای یک حکومت دموکراتیک در نظر گرفته شده، برای اینکه اراده مردم رو تبدیل کنه به نمایندگان مردم و نمایندگان مردم برای مردم در مورد حوزه‌های مختلف سیاست گذاری تصمیم گیری کنه. در ایران چیزی که ما داریم بهش میگن رأی گیری، یعنی شما میتونید این رو در خیلی از کشورهای استبدادی هم داشته باشید که رأی میگیرن. حالا این رأی گیری میتونه بر سر چندین نفر باشه یا میتونه حتی در مورد یک موضوعی باشه، مثل حالت رفراندوم آریانه‌ای که صدام برگزار کرد در مورد خودش، یا انتخاباتی که در کشورهای استبدادی میبینیم. به اصطلاح انتخابات منظورمه. ما این رو باید تفکیک کنیم. در جمهوری اسلامی ما انتخابات نداریم. انتخابات شرایط ششگانه مشخصی در استانداردهای جهانی تعریف کرده. از این سو آن چیزی که ما نیازمند بهش هستیم که ما به سمتی حرکت بکنیم که در اصل انتخابات بر جمهوری اسلامی داشته باشیم، به جای اینکه این انتخابات یا رأی گیری در جمهوری اسلامی داریم. بسیار خب. گفتمان رو باید تغییر داد. آقای حسن اسدی زیدآبادی، شما چی فکر میکنید؟ چقدر دیدگاه شما نزدیک هست یا متفاوت هست با آقای ملکی؟ ببینید، اول باید درسته چیزی که آقای ملکی میگن در رابطه با اینکه بالاخره انتخابات یک به عنوان یه امر دموکراتیک یه حدود و ثغور مفهومی مشخصی داره، اما به هر حال اینجوری هم نیست که یک استاندارد مشخصی باشه که
در همه جای دنیا ما اونو بخوایم قائل بشیم. به هر حال برای کسی که داره در ایران زندگی میکنه و کار سیاسی میکنه، انتخابات چیزی نیست که بشه از اون گذشت. ما طی همه این سالهایی که تجربه داشتیم میدونیم که در ایام انتخابات امکان صحبت کردن در جامعه فراهم میشه. من اگر بخوام توضیح بهتری بدم اینه که در واقع انتخابات رو نباید همونجوری که آقای ملکی میگن که نباید فروکاست به رأی گیری، این هم نباید از طرف حاکمیت باشه هم از نظر تحلیلگران. انتخابات از همین امروز شروع شده، صحبت‌های آقای روحانی بخشی از انتخابات، بیانیه‌هایی که احزاب دیگه از این بعد خواهند داد بخشی از انتخابات. انتخابات بخشیش فقط اون ساز و کار ثبت نام، تایید صلاحیت و روز رأی‌گیری هست. اگر به این همچین تصویری قائل باشی، من فکر میکنم که یک فعال سیاسی که میخواد در ایران اثرگذار باشه نمیتونه از انتخابات عبور بکنه. به هر حال از امروز این امکان فراهم میشه. به هر حال شرایط ایران، شرایط نظام سیاسی ایران خاص هست، همیشه امکان اظهار نظر خیلی زیاد نیست. مشخصا در مورد اون شعاری که در اعتراضهای دیما خیلی شنیده شد چی فکر میکنید؟ اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. فکر نمی‌کنید که بخشی از مردم ممکنه که گذشته باشن از این تقسیم بندی و از این توصیفی که شما کردید؟ البته این که زیاد شنیده شد، زیاد با شما هم نظر نیستم، ولی با این هم نظر هستم که مردم الان گروه‌های سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا، پایین‌ترین حد نمایندگی رو دارن در از جامعه و شاید هر کدوم مثلا در 15% حد اکثر اینو دارد و یک نزدیک 70-80% مردم احساس میکنن که هیچ جریان سیاسی اونا رو نمایندگی نمیکنه، یا لااقل تا امروز. از این جهت موافقم، ولی نکته اینه که گروه سیاسی عمده ای هم دیگه هم نیست و اینکه ولی به هر حال ما باید ببینیم که در مقابل انتخابات هر عملی که میخوایم انجام بدیم این باید معنای سیاسی داشته باشه. یعنی چه رأی دادن ما، چه رأی ندادن ما، باید در واقع منشأ یک اثر سیاسی برای فردای بعد از رأی‌گیری باشه. حالا این چه رأی‌گیری، چه عدم رأی‌گیری و تحریم، باید ببینیم که این رو فراهم میکنه یا نه. خانم محمدی، شما معتقدید که باید از این فضا استفاده کرد، ولی آقای ملکی میگن که فضا به شکلی تدوین شده که بیشتر شبیه فریبه. شبیه فریب، آقای اشاره درست کردین. آقای ملکی در این حوزه صحبت میکنن، یعنی ابعاد بیرونی مسئله رو با واژه ها و تعاریفی که در صحبت کردن در نظر ممکنه که پاسخ بده درست باشه. در میدان عمل اشاره که آقای زیدآبادی میکنن درسته. اون فرمانی که مبتنی هست، اون رهنمودی که مبتنی هست بر عدم شرکت، باید بتونه که بگه در غیاب این حضور چه هست؟ چون یه چیزی مشخصه، در پی مطالبات مردم، در پی هر هدف سیاسی اجتماعی یه شرط مهم وجود داره، اون حضور مردم. اگر این حضور رو به هر بهانه‌ای بخوایم بگیریم، حکومت‌های استبدادی اولا اصلا متاسف نمیشن، کارهاشون رو بدون مزاحمت پیش میبرن. دوم اینه که به جای اون چه چیز رو ما مینشونیم. ایشون میگن که ما باید یک انتخابات بر جمهوری اسلامی، یا حتی میشه واژه های بهتری هم پیدا کرد، ولی در حوزه عمل امروزی مسئله عدم شرکت مطرح نشده. بیش از 30 ساله که این مسئله به گفته میشه و فردای اون روز، من بارها اینو تکراره، ولی فردای روز رأی‌گیری همه اونهایی که شرکت نکردن شهروندان عادی مملکتن، سر کارهاشون حاضرن و اون جریانی که رأی داده به جای اونهایی هم که رأی نداده تصمیم گرفته برای اون 290 نفری که حالا اشاره کردن میتونه این نماینده های منتقدی هم که به نظر من هر بار بیشتر میشن و نفوذ کلامشون در جامعه بیشتر، اونها رو هم حذف میکنیم. باید آقای ملکی توضیح بدن که جایگزین این غیبت چه هست؟ یک وقتی هستیم ما با نظام‌های مواجه هستیم که اینها قوه مجریه‌شون، نظام‌های نوعی از نظام‌های ریاستی با. که قوه مجریه کابینه توسط احزاب تعیین میشه. این احزاب که به همین سوال شما آقای ملکی پاسخ بدن. آقای ملکی بفرمایید.
بله، من اول این رو بگم که بحث این که یک فضایی داریم، یک مناسبتی داریم به عنوان انتخابات، به عنوان دوران انتخابات، بنده نافی این نیستم که باید از این استفاده کنیم و اتفاقا داریم استفاده میکنیم. همین بحثی که امشب ما داریم به عنوان یک نفری که در صورت تحلیلگر هست، یک تحلیلگری که داره در مورد این موضوع صحبت میکنه، داریم استفاده میکنیم از فضای بحث انتخابات در ایران و نافی نیستیم. قرار نیستش که کسی که میگه رأی گیری رو شرکت نمیکنم در اصل هیچ کاری نکنه. اتفاقا من کاملا منتقد این هستم. ما نیازمند به یک کنش فعالانه هستیم، ایجاد گفتمان هستیم و تمامی اکت های سیاسی که میشه در دورانی که به اصطلاح این فضای رأی گیری ایجاد میکنه استفاده کنیم. اما یک نکته ای هستش که این که ما اگر شرکت نکنیم چه بکنیم، این چیزی است که در اصل 20 و چند ساله که آزموده شده. یعنی این که ما در اصل کنش دیگری نداریم اگر این کارو نکنیم چه میشود. اگر رأی ندهیم فرزند آقای مطهری که بیاید و بگوید چند همسری خیلی خوبه، احتمالاً آقای رسایی میاد و ایشون مثلا با یه مقدار لحن احتمالاً تندتری میگه چند همسری خوبه. ما یه چیزایی رو تجربه کردیم و این رو در هر صورت نمیشه به شکل قدیم دوباره و دوباره بازتولید کرد. ما تجربه های جهانی رو داریم. اجازه بفرمایید من یک کوچیک بفرمایم. ما تجربه های جهانی رو داریم. ما در آفریقای جنوبی هم تجربه کردیم، مثلا رو در میانمار تجربه کردیم. انتخابات رو میشه استفاده کرد. یک کسانی هستن که خواهان تغییرات ساختاری هستن، کاندید میشن و میگن ما می‌خوایم به قول معروف تغییرات اصولی بدیم و خب رد صلاحیت میشن و اونها ادامه میدن مبارزشون رو. این فرض رو میشه استفاده کرد، اما دلیلی نداره که ما این رأی‌گیری رو اونیک آینه سیاسی دائمی قرار بدیم. صحیح. ستاد انتخابات میگه که انتخابات حدوداً 2-3 روز دیگه برگزار میشه، 3 ماه و 12-13 روز دیگه. ولی شما وقتی میگید رأی گیری بعد از جمهوری اسلامی، از چه زمانی حرف میزنید؟ کی؟ سوال از من میفهمم؟ بله آقای ملکی. بله، من فرمودم که ما گفتمانمون رو باید انتخابات بر جمهوری اسلامی قرار بدیم. خب رأی گیری که مشخص هست، رأی گیری الان برگزار میشه، یک عده شرکت میکنن، بعدش دوباره میرسه به 1400. نکته اینجاست که شما وقتی گفتمان گذار رو انجام به نوعی سعی میکنید جا بندازی، همون جوری که 22 سال پیش گفتمان اصلاحات کم کم داشت جا میافتاد، یه عده‌ای سعی کردن بحث اصلاحات رو مطرح کنن، گفتمان گذار وقتی که طرفداران عمومی پیدا کنه، جامعه به نوعی طرفدار اون بشه، بعد شما میتونید یکی از نمودهاش عدم مشارکت ببینید که خیلی فعالانه هستش. یعنی اگر مردم رأی نمیدهند و بسیار مشارکت پایین میاد، خب این یک کنش سیاسی هستش. اینکه مراحل بعدیش اینه که این گفتمان رو جا میندازید، شما کم کم بخش بزرگی از مردم میخواید که خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستند، شما سعی میکنید فشارهای بین المللی رو بیشتر کنید، همون کاری که در میانمار و برمه انجام شد، همون کاری که در آفریقای جنوبی انجام شد، و نهایتا حکومت رو وادار بکنید که تن به یک انتخابات آزاد بده. این گفتمان هست، این کنشگری هستش و چیزی بوده که در دیگر جاهای دنیا هم امتحان شده. آقای اسدی زیدآبادی، به تجربه اصلاح طلبی اشاره کردند آقای ملکی، با توجه به اینکه خب به اصلاح طلبان کم و بیش شما نزدیک هستید، به دست کم به طیفی از اونها، این تجربه رو تایید میکنید؟ فکر میکنید که به درد این دوره بخوره؟ ببینید الان انتخاباتی که باش مواجه هستیم و پیش رو هست، مسئله جالبی که ما میتونیم در موردش بگیم اینه که در واقع هم تحریم ظاهرا در مورد اون بی‌معنی شده، چون شما ببینید به هر حال بیش از نیمی از، شاید نزدیک 70% از کرسی‌های مجلس به حوزه‌های انتخابیه‌ای هست که در واقع فرد با 20,000، 40,000، زیر 50,000 تا میتونه انتخاب بشه و حوزه‌های تک کرسی هست. بنابراین در اونجا رقابت‌های محلی، فامیلی، قومیتی اینا در جریان هست و همیشه انتخابات این شکلی حداقل بالای 50% یا حدود 50% حضور خواهند داشت طرفداران کاندیدا و رأی خواهند داد. بنابراین تحریم رو اصلا شما چجوری میخواید بگید که موفق بود یا نه؟ اگر زیر 50% بشه میخواید بگید موفق بود؟ بنابراین این هیچ معنای سیاسی خاصی نمیتونه داشته باشه. نکته دیگه که پیش اومده اینه که وضع مجلس در امروز ایران جوریه که هم خود نهاد مجلس به عنوان قوه مقننه و هم انتخاباتش شرکت در اونم دیگه بی‌معنا شده تا یه حدی. یعنی اصلاح طلبان با این مسئله اصلی مواجه هستن، چون ببینید اصلاح طلبان به هر حال 10-15% آدم پایکار دارن، هوادار فکری اینا دارن، در انتخابات میتونن این رو تا بیش از 50% از افراد جامعه رو قانع کنن برای اینکه بیان پایکار اینا. نکته در اینه که اصلاح طلبان امروز باید بگن که خب ما قبلا میگفتیم انتخابات آزاد نیست ولی رقابتی هست،
شرکت بکنه. انتخابات عادلانه نیست ولی خب به هر حال مؤثر هست شرکت بکنه. ولی الان مسئله اینه که اساسا این انتخابات حضور درش پیدا کردن بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته. نکته دیگه اینه که انتخابات رو ما اصلاح طلبان دائما دارن میگن که مسئله بحران سیاسی در ایران از این جهت هست که نظارت استصوابی مجلس رو ناکارآمد کرده همه اینها. خب ما الان اگر میایم مثلا در یک طرحی که الان اصلاح طلبان دارن برش برنامه ریزی میکنن تحت عنوان سرا یا نمیدونم اینکه انتخابات مقاماتی باشه، خودشون اومدن دوباره بر همین انتخابات با نظارت استصوابی دارن تاکید میکنن. یعنی یعنی اینکه ما بیایم مردم طیف اصلاح طلب از بین اونایی که شورای نگهبان برای ما انتخاب کرده ما مجدداً یه تعدادشون رو انتخاب کنیم بذاریم تو لیست دوباره بدیم. یعنی اینه که این در واقع یه مقداری نکته‌ای که اصلاح طلبان بعد بتونن مردم رو قانع کنن و ظاهراً نمیتونن اینه که شرکت در انتخابات چه تأثیری داره. قبلاً میگفتن که خب بالاخره حالا بذارید پس شما صحبتتون می‌کنید من بعداً. من می‌خواستم از شما این سوالو بپرسم که افرادی که مثل شما فکر می‌کنن یا شخص شما احساس سردرگمی می‌کنید؟ ببینید مسئله اینه که من احساس میکنم که یه مقداری اصلاح طلبان باید با این در واقع این شعر بیت شعر که میگه در واقع به راه بادیه رفتن به هز نشستن و باطل، این در مورد سیاست صدق نمیکنه. یعنی اینکه ما همینجوری بیایم در انتخابات شرکت بکنیم بگیم این بالاخره چون که کار دیگه ای نمیشه کرد اینو انجام بدیم، این یه مقداری لوس کردن مفهوم انتخاباته. ببینید اصلاح طلبان الان بعد انتخابات های گذشته رو توضیح بدن. دو تا نکته داشتن اصلاح طلبان. اول اگر اجازه بدید بگم، یکی اینکه بحث اجماع بوده. اصلاح طلبان امروز مطلقا نمیتونن اجماع داشته باشن به چند دلیل. یکی اینه که اصلاح طلبان از دولت آقای روحانی، یعنی از طرفداران آقای روحانی اون طیف اعتدال، رسما اعلام جدایی کردن. بین خود اصلاح طلبان الان کسانی معتقد به شرکت مشروط هستن، کسانی معتقد به عدم شرکت هستن. بین اونایی که مشترک هستن برای اینکه میخوان مشارکت کنن، احزاب نظرات مختلفی دارن، احتمال زیاد به لیست نمیرسن. نکته دیگه اینه که من اون نظریه رو میذارم به عنوان تئوری چوب خشک اصلاح طلبا میگفتن. خیلی کوتاه بفرمایید لطفا. بله، اصلاح طلبا میگفتن که یک چوب خشک از تندروها بهتره. اما در عمل نشون داده چون که این چوب خشک میره در زمین مجلس و اونجا ریشه های فساد احتمالاً ازش در میاد، خیلی این نظریه ثابت نشده. و اگر ما آدمای بدون تجربه غیر سیاسی رو بفرستیم، کارآمدی مجلس رو میگیریم و عملا نه فقط اصلاحات رو پیش نمیبریم بلکه به فساد و ناکارآمدی هم دامن میزنیم. فکر میکنید که خسارتاش بیشتره؟ خانم محمدی، شما به دوستان خودتون، بستگان خودتون، کسانی که در ایران هستند توصیه میکنید در انتخابات شرکت کنن؟ من همیشه توصیه میکنم که در صورتی که در انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری به یه معنای دیگری سیاسی هست، در صورتی که نماینده هایی میبینن که مجلس رو میتونه از یک دستی و اون رکود و خمودی که قطعا به جامعه منتقل میشه در بیاره، حتما شرکت بکنه. یک وقتی هست توضیح هم بدید که مثلا آنچه که بعد از آن اتفاق میفته در این زمینه مسئولیتی هم دارند و بخشی از بار بر عهده اونها هم هست به خاطر انتخابی که کردند؟ قطعا مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی امری، آخه سوال شما بسیار مهمه اما واقعا اینجا جای طرحش است. قطعا این مقوله‌ای که در ایران غایبه، یعنی مسئولیت پذیری شخصی وجود نداره و به خاطر همین هم هست که هموطنان ما، اینو نقد هست میگم و میدونم که خوشایند نیست، ولی این که ما رفتیم و در انتخابات شرکت کردیم به مثابه یک فداکاری معمولا برخورد میشه باهاش، در حالی که اینطور نیست. انتخابات یک بخشی از فعالیت سیاسی مبارزه مدنی حتی هست. بنابراین کسانی که میرن، من اینو بارها گفتم، وقتی اومدن آقای زیدآبادی، اون موقع فکر کنم ادوار تحکیم بودن، وقتی دانشجو اومدن یک سالگی به اصطلاح جمهوری خاتمی رو جشن بگیرن یا برگزار کنن، در تهران تونستن 2000 نفر حدودا جمع بکنن. خب مردم باید دنبال رأیم که دادن برن و من فکر میکنم با این کنش و واکنشی که بین مجلس و جامعه هست، یعنی وقتی یه نطق آقای صادقی سر و صدا میکنه در مطبوعات منعکس میشه، قطعا بازخورد اجتماعی داره. این جامعه راکد و خمود و از اون طرف هم، یعنی سرکوب دیگه لازم نیست وقتی یه جامعه در انتخابات شرکت نمیکنه. خب
فعل دیگه اما شما و بسیاری دوستان ما همواره به دیماه 96 اشاره میکنن. چرا؟ حاصل اون دیماه 96 چه بود؟ 2 سال شده با شعار اصولگرا اصلاح طلب تموم ماجرا، جریان سوم پیدا نشد، در موزه عمل میگم. ممنونم از ملیحه محمدی تلگر، مسائل سیاسی ایران از برلین آلمان. با ما حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی از تهران، و عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند از شهر لاهه با ما. ایران، اطلاعات تازه‌ای درباره یک میدان نفتی تازه کشف شده در استان خوزستان ارائه کرده. دیروز رئیس جمهوری ایران گفت این میدان 53 میلیارد بشکه نفت دارد. حالا وزیر نفت میگوید 22 میلیارد بشکه از این مقدار تازه کشف شده و بقیه‌اش قبلا شناسایی شده بود. همچنین فقط حدود 2 میلیارد بشکه از این مقدار قابل استحصال است. ایران امیدوار است که با بهره برداری از این ذخایر بتواند به درآمدهای سرشار برسد، اما تحریم‌ها کارا سخت کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این هدیه کوچک دولت و... خبر کشف 53 میلیارد بشکه ذخیره نفتی کم خبری نبود که دیروز در میان کنایه‌های دیگر حسن روحانی به قوه قضاییه کم رنگ شد. ما یک میدان نفتی به اندازه 53 میلیارد بشکه نفت کشف کردیم. خیلی اتفاق نمی‌افتد که ایران یا هر کشور دیگری چنین ذخایر عظیمی از نفت را کشف کند. خوب یا بد بودن خبر بسته به واقعیت‌هایی است که باید در نظر گرفت. واقعیت اولی که چقدر از این نفت را ایران می‌تواند از زیر زمین بیرون بکشد. من به شما بگم اگر 1% بازیافت این میدان نفتی بیشتر بشه 32 میلیارد دلار درآمد ما بیشتر میشه. در ادامه آنچه دیروز آقای رئیس جمهور محترم، امروز وزیر نفت در این مراسم جزئیات بیشتری ارائه داد. از جمله اینکه ظرفیت واقعی میدان جدید 22 میلیارد بشکه است نه 53 میلیارد و اینکه ایران در حال حاضر میتواند 10% این 22 میلیارد بشکه را از زیر زمین بیرون بکشد. با توجه به اینکه قبلا 31 میلیارد بشکه نفت ذخیره قبلی زیر میدان ها 5 میدان بوده، اونچه که اضافه میشه نفت درجا برای ما 22 میلیارد بشکه نفت درجای اضافی ثبت میشه که اگر ما با حدود 10% ما برداشت با توجه به تکنولوژی های فعلی که داریم که در نظر گرفتیم، حجم که به ذخیره قابل بازیافت کشور اضافه میشه حدود 2.2 میلیارد بشکه است. اگر شرایط برای ایران عادی بود، محاسبه سود و زیان ایران از این ذخایر آسان‌تر می بود. ایران در حال حاضر حدود 150 میلیارد بشکه نفت در زیر زمین دارد. پس 22 میلیارد بشکه دیگر ایران را از 4 به 3 بزرگترین دارنده نفت در دنیا بدل می کند. واقعیت دومی که باید در نظر گرفت این است که چقدر از نفت موجود در زیر زمین قابل استخراج است. در همه جای دنیا مقدار نفتی که قابل استخراج است با مقدار نفتی که موجود است تفاوت فاحشی دارد. اما واقعیت سوم این است که حتی اگر ایران بتواند نفت کشف شده خود را از زیر زمین بیرون بکشد، چقدر از آن را میتواند بفروشد؟ نه خیلی. تحریم‌ها صادرات نفت ایران را طبق بعضی برآوردها به زیر 300 هزار بشکه در روز رسانده. یعنی پولی هم ندارد که بتواند از طریق آن از شرکت‌های نفتی خارجی کمک بخواهد. شرکت‌هایی که حتی در نبود تحریم هم مورد شک و سوءظن تندروها و مخالفان دولت روحانی هستند که دیروز خطابش به آنها بود. اونهایی که در این 2 سال اخیر و 3 سال اخیر مرتب میگن شرکت‌های خارجی و فناوری خارجی نباید وارد کشور بشه، ما باید از فناوری‌های پیشرفته جهان استفاده کنیم. میزان ذخایر کشف شده نفت در مقابل میزانی که قابل استخراج است و میزانی که میتوان تولید کرد نمودارها را به هم می‌ریزد. این جدول نشان می‌دهد نفت‌خیزترین کشورهای دنیا کدامند. ونزوئلا با 300 میلیارد بشکه ذخیره نفتی در صدر است. سپس عربستان با 266 میلیارد بشکه و بعداً کانادا و در مقام 4 ایران. اما اگر به ظرفیت تولید نفت این کشورها نگاه کنیم، می‌بینیم که آمریکا در صدر قرار می‌گیرد و در مقام 2 روسیه، سپس عربستان و بعد عراق و کانادا.
ایران با کمتر از 2.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید و با کمتر از 500,000 بشکه صادرات در قعر جدول خواهد بود. خبر دیروز حسن روحانی شاید خبر خوبی باشد اگر کشف 22 میلیارد بشکه نفت همین الان سال و قابل فروش بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. سارا وخشوری کارشناس انرژی از واشنگتن با ما هستند. خانم وخشوری، بعضی میگن که خبری است بسیار خوب، در گزارش هم اشاره شد، بعضی میگن با توجه به این وضعیت ایران هیاهوی برای هیچ. نظر شما چیه؟ هر دوتاش درسته، برای اینکه به هر صورت کشف یک مخزن جدید نفتی در هر کشور یک خبر خوبه، ولی خب وقتی که تحریم ها، با وجود تحریم ها، هم تحریم هایی که باعث میشه که ایران دسترسی به تکنولوژی های جدید نداشته باشه و همین که توان صادرات نداشته باشه، هر چقدر هم مخزن زیر زمین جدید پیدا کنه نمیتونه که از اونها استفاده کنه. و توی گزارش همکارتون هم گفتن اینکه مخزن چقدر بزرگ هست، مثلا 53 میلیارد بشکه نفت در جا، اینکه ما چقدر بر اساس تکنولوژی که در دسترس داریم ضریب بازیافت چقدر هست و چقدر میتونیم از این مخزن استفاده کنیم و برداشت کنیم، اون مهمه و این به خیلی زیاد بستگی داره به اینکه دسترسی داره اون کشور به تکنولوژی و ضریب بازیافت بالاتر یا نه. خب حالا ایران دسترسی داره به تکنولوژی و ضریب بازیافت بالاتر یا نه؟ در مورد این مخزن هنوز پیچیدگی های زیر زمین مشخص نیست، بنابراین من نمیتونم قضاوت کنم که با تکنولوژی هایی که شرکت های ایرانی دارن در دسترس دارن، چون فعلا ایران دسترسی به شرکت های خارجی نداره، آیا ضریب بازیافت این مخزن چقدره. وزیر نفت توی جزئیاتی که حالا وزارت نفت امروز منتشر شده از توی اخبار و رسانه ها گفتن که اگر ضریب بازیافت 10% باشه، و این یه تخمینیه، با قطعیت نگفتن که ضریب بازیافت با توجه به تکنولوژی که ایران داره 10% میتونه باشه برای این مخزن، اما اگر فرض کنیم که توان برداشت با ضریب بازیافت 10% از این مخزن باشه، یعنی تقریبا از کل این مخزن نزدیک به 5 میلیارد بشکه نفت، 5.3 میلیارد بشکه نفت میتونه استخراج شه. و نکته دیگه ای که امروز توی جزئیات بیشتر منتشر شد اینه که تمام این مخزن کشف جدید نیست و بخشی از این مخزن قبلا کشف شده بود و مقداری به اون افزوده شده. گفته میشه که خب فعالیت‌های اکتشافی ادامه داشته و همونطور که شما اشاره کردید به این بخش رسیدن. خود این فعالیت‌های اکتشافی چقدر هزینه داره؟ خود فعالیت های اکتشافی هم خودش تکنولوژی های خودش رو میخواد و هم مسلما هزینه بر هست. ایران چندین هفته پیش هم خبر از اکتشاف یک میدان جدید گازی داد. خب اینها میتونه خبرهای مهمی باشه، مخصوصا زمانی که ایران تحت تحریم ها هست، نشون میده که ایران هنوز میتونه حالا مقداری هزینه کنه و از تکنولوژی هاش استفاده کنه و یک جوری صنعت نفت ایران همچنان فعاله و پیشرفتهایی رو داره. ولی دوباره نکته مهم به این برمیگرده که تمامی این ذخایر چقدر برای ایران نفت دارن، و شما اگه نگاه کنید بر اساس آمار و ارقام و پیش بینی هایی که در آینده میشه، میزان رشد تقاضا برای نفت با کاهش روبرو هست، میزان رشد تقاضا نه میزان تقاضا. و کشورهای مثل عربستان که خودتون هم اشاره کردین، بزرگترین از بزرگترین تولید کننده ها هست و شرکت سعودی آرامکو که از بزرگترین شرکت های نفتی دنیا هستن، امروز در پی این هستن که یک مقدار از این چطور میتونن بیشترین سود رو از این منابعشون ببرن، حتی اگر شده مقداری از سهامشون رو بفروشن تا سایر بخش های اقتصادشون رو قوی کنن. ولی خب با توجه به تحریم های موجود فعلا در حال حاضر، با اینکه این میتونه خبر خوبی باشه، ولی مفهوم خاصی نداره تا وقتی که ایران بتونه این میدان رو توسعه بده و محصولاتش رو صادر کنه. ممنونم از سارا وخشوری، مدیر مؤسسه بین المللی SVB از واشنگتن با ما. حرفای دیروز رئیس جمهوری ایران درباره فساد بحث برانگیز شده. بعضی حسن روحانی رو به تبلیغ در آستانه انتخابات مجلس متهم کردن، بعضی هم گفتن که بهتر است او اول از همه به فساد زیردستان و نزدیکان خودش بپردازد.
در این میان رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که در مبارزه با فساد مصمم است، هرچند آقای روحانی گفته بگیر و ببندهای اخیر نمایشی است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. هر کس به نام مدیر در جمهوری اسلامی خدمتگزاری می‌کنه. واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان حسن روحانی درباره نحوه مبارزه قوه تحت نظارتش با فساد بدون اینکه نامی از رئیس جمهوری بیاورد. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد. آقای رئیسی که شعار خود را مبارزه با فساد انتخاب کرده، امروز بار دیگر تاکید کرد در این راه مصمم است. منتقدان آقای رئیسی میگویند مبارزه او با فساد اهداف جناحی دارد. مردم عزیز یزد، فساد دانه درشت ها کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنید؟ گفته هایی که واکنش یک عضو مجلس خبرگان رهبری را به دنبال داشت. هاشمه هاشمزاده حریصی گفته آنقدر که ما آقای رئیسی را می شناسیم و چندین سال با ایشان مرتبط بودیم، به این نتیجه رسیدیم که ایشان در مسئله فساد و مبارزه با آن نه سیاسی عمل کرده و نه عمل خواهد کرد. علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس هم در اینستاگرام خود نوشت زمان زمان کار است، نه دو قطبی سازی های بی اساس و ناسازگار. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته روند مبارزه با فساد هرچند به مذاق بعضی خوش نیاید در پیش گرفته شده. بعضی از منتقدان اما پا را از این هم فراتر گذاشتند و آقای روحانی را به زیر پا گذاشتن قانون متهم کردند. از جمله جلیل محبی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر. آقای رئیس جمهور امروز از جرم‌های نامبرد که در دولت واقع شد و تاکنون درباره آنها سکوت کردند. مطابق ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آقای روحانی مرتکب جرم شده و مشمول 2 سال حبس و انفصال است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادستانی کل کشور باید علیه رئیس جمهور اعلام جرم کند. فساد در میان نزدیکان آقای روحانی از موضوعات دیگری بود که منتقدان رئیس جمهوری به آن اشاره کردند. بعضی گفتند آقای روحانی ابتدا باید با فساد در زیردستان خود مبارزه کند. از جمله محمود صادقی نماینده مجلس. آقای روحانی، فساد فساد است، چه میلیونی چه میلیاردی. به جای فرافکنی با قده های فساد در دستگاه های زیر مجموعه خودتان مقابله کنید. بعضی از همکاران شما در هیئت دولت دست کمی از همتایانشان در دولت سلف ندارند. امروز در مجلس شبنامه بدون امضا علیه حسن روحانی هم توضیح شد. در این نامه رئیس جمهوری ایران به تحریک مردم برای درگیر شدن با مخالفانش متهم شده. داره جناب آقای روحانی و مشتبه زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که بعضی از خبرنگاران در ایران گمان می‌کنند نویسنده این شبنامه است، به اعتماد آنلاین گفته وظیفه‌اش به زیر کشیدن رئیس جمهور است. سخنان حسن روحانی انتقاد بعضی از حامیان او را هم به دنبال داشته، از جمله محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات. او گفته رئیس جمهوری نباید سد راه کسانی شود که در حال حاضر با قدرت و قوت خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهند. علی ربیعی سخنگوی دولت هم که برای دیدار از مناطق زلزله زده به شهرستان میانه سفر کرده، گفته رئیس جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد ندارد و اگر روحانی در مورد فساد تلفنی به کسی زده است اعلام کنید. اشاره آقای ربیعی به بازداشت حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران است. بعضی از محافظه‌کاران جمهوری اسلامی آقای روحانی را به دخالت در روند مبارزه با فساد در پرونده برادرش متهم کردند، اتهامی که او رد کرده. طرفداران دولت برخورد قوه قضاییه با پرونده‌های فساد اقتصادی را نمایشی و تبلیغاتی می‌نامند. در مقابل مخالفان حسن روحانی او را متهم می‌کنند که در سخنرانی‌هایش اشاره غیر مستقیم به پرونده‌های فساد دارد و اسراری را که در سینه دارد فاش نمی‌کند. به نظر می‌رسد فعلا هیچ کدام از طرفین قصد ندارند اسراری را که می‌دانند افشا کنند. فرین عاصمی، بی بی سی. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک نسبت به سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در فردو به شدت ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند به جریان انداختن مکانیسم حل اختلاف در برجام را مد نظر قرار خواهند داد. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه اتمی ایران اعلام کرده بود که در یک سایت اعلام نشده در ایران ذرات اورانیوم پیدا شده. آژانس همچنین تایید کرده که ایران غنی‌سازی را در سایت فردو در سطحی بیش از آنچه در برجام اعلام شده بود انجام داده. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت با وجود کاهش تعهدات این کشور در برجام، تهران از توافق هسته‌ای خارج نخواهد شد. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد.
یک هفته بعد از آغاز گام چهارم کاهش تعهدات ایران به برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در گزارشی خبر شروع دوباره غنی‌سازی در فوردو را تایید کرد. آژانس همچنین در گزارشش از پیدا شدن نشانه های اورانیوم در سایتی گفته که ایران درباره آن به آژانس چیزی نگفته بود. هرچند ایران دیروز پیش از انتشار این گزارش آن را رد کرده بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که این ادعای تازه تله اسرائیل برای آژانس است. گزارش آژانس در روزی منتشر شده که وزرای خارجه کشورهای اروپایی در پاریس و بروکسل درباره آینده برجام گفتگو کردند. با هشدارهای خطاب به ایران. ما میخواییم که برجام باقی بمونه، اما ایران باید به تعهدات خودش برگرده و به اونا احترام بگذاره. در غیر این صورت ما آماده ایم از همه سازوکارهایی که در توافق نام اومده استفاده کنیم. اشاره وزیر خارجه آلمان به چهار مرحله عقب نشینی ایران از تعهداتش در توافق هسته است. روندی که شش ماه از آغاز شده. از الان میتونیم بریم بیرون، اما قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران. هرچند حسن روحانی امروز در استان کرمان گفت که تهران قصد خروج کامل از برجام را ندارد. با ادامه برجام سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی و دفاعی دست پیدا میکنیم. طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد. این یکی از اون آثار مهم این توافق هست. ایران هنوز صحبتی از گام‌های احتمالی بعدی برای کاهش تعهدات هسته‌ایش نکرده. حسن روحانی اما امروز از یک رویه بینابینی صحبت کرد. رویه در برجام ماندن و از تعهدات ذره ذره کاستن. اما اینکه با کسی بنشینیم صحبت کنیم، حرف بزنیم و همزمان تاکید بر مذاکره، حتی با آنهایی که به گفته او پیمان شکستند. هرچند رهبر ایران گفته هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا ممنوع است. راه ما بوده، پیغمبر ما با همه حرف میزد، با همه پیمان میبست. پیغمبر با کفار پیمان بست، پیمان میشکستن، پیمان دوم میبست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، یک کسی نمیگفت این پیغمبر چقدر ساده لوحه. یه قرارداد پریروز بست، اون طرف تخلف کرد و شکست، دو مرتبه داره پیمان بعدی میبنده. نه، راه اینه. فؤاد مسیحا، بی بی سی. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ما هستن. آقای فیتزپاتریک، پیدا شدن ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده تا چه اندازه میتونه برای ایران دردسرساز باشه و جدی گرفته بشه؟ فکر میکنم خیلی جدی و مشکل ساز باشه، چون لزوماً تخطی از برجام نیست، اما به نظر میرسه که تخطی ایران باشه از توافقهای پادمانی که ایران امضا کرده بود و پیش از برجام منعقد شده بود. اگر که این قضیه اثبات بشه، اون وقت نشون دهنده اینه که ایران کارهای هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای داشته که گزارش نکرده و این یک تخلف جدی است. ضمن اون هم ابراز نگرانی شده از آغاز غنی‌سازی در سایت فوردو بیشتر از حدی که در برجام تعیین شده. ایران تصمیم خودش رو گرفته علارغم حرفایی که میزنه از برجام خارج بشه از نظر شما؟ نه، من فکر نمی کنم که ایران تصمیم به ترک کردن توافق هسته‌ای گرفته باشه. رئیس جمهور روحانی خیلی مشخص اشاره کرده و بیان کرده که ایران میتونه در توافق باقی بمونه و اگر دیگران بتونن راههایی پیدا کنن
که نظر ایران رو برآورده کنه و نشون بده که به قولهای خودشون دارن عمل میکنن. اما هر چی که ایران بیشتر ادامه بده و نشون بده که داره حد و مرزهای توافق رو میشکنه و از اونها سرپیچی میکنه، میتونه تبدیل به یک دور شدن دفاکتو ایران از این توافق بشه و اعضای جامعه جهانی در نهایت ممکنه به این نتیجه برسن که ایران از توافق خارج شده. کجا به این نتیجه خواهد رسید اعضای خارجی توافق غیر از آمریکا؟ کجا نقطه غیر قابل بازگشت خواهد بود برای ایران؟ این سوال خوبیه. تا اینجا اروپایی ها خیلی دقت کردن که این نقطه بی بازگشت رو بهش اشاره نکنن. من فکر میکردم شاید مثلا شروع به غنی‌سازی فراتر از حد در فوردو باشه. فکر میکنم که ایران به این روند ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد که تا 20% بره و وقتی که غنی‌سازی 20% رسید اون احتمالاً خط قرمز خواهد بود و خیلی جدی خواهد بود. ولی وضعیت فوردو در همین حال حاضر هم خیلی جدی است و اروپایی‌ها دارن بررسی می‌کنن که این مکانیزم، این سازوکار حل اختلاف رو فعال کنن و اون وقت قضیه به سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد و اون وقت میشه که بازگشت تحریم‌ها به ایران رو دوباره در سازمان ملل تصویب کنن و اون وقت اون به معنی پایان توافق هست خواهد بود. بنابراین اروپایی‌ها باید به این نقطه برسند که به سمت این سازوکار رفع اختلاف برند و این در عمل به معنی پایان توافق خواهد بود. ممنونم از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ما. مرگ حسن حیدری، شاعر 29 ساله در اهواز، بازتاب‌هایی در شبکه‌های اجتماعی داشته. دیروز گفته شد که آقای حیدری در بیمارستان شفای اهواز درگذشت. حسن حیدری در شب‌های شعر شرکت می‌کرد و به عنوان شاعری معترض و منتقد حکومت شناخته می‌شد. این شاعر عرب مرداد ماه پارسال و شهریور همان سال با قید وثیقه آزاد شده بود. رسانه‌های داخل ایران علت مرگ حسن حیدری را سکته اعلام کردند و اطلاعات بیشتری منتشر نکردند. ولی تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که گفته میشه مال دیشب و شماری از مردم در این تصاویر اعتراض میکنند. کسانی که علت مرگ رو مشکوک میدونند و در جایی مثل کوت عبدالله اهواز و شادگان اجتماع کردند. گروهی هم لاستیک های اتومبیل رو در خیابون ها آتش زدند و بعضی از مسیرها رو بستند. خبرگزاری مهر هم ویدیویی از برادر این شاعر منتشر کرده. در این ویدیو حسین حیدری به زبان عربی از مردم میخواد در مراسم تشییع جنازه این شاعر تیراندازی نکنند. تیراندازی هوایی رسمیه که در بعضی از مناطق ایران در مراسم خاکسپاری انجام میشه. برادر حسن حیدری دلیل درخواستش از مردم رو حواشی ایجاد شده بعد از اعلام خبر درگذشت این شاعر عنوان کرده. استانداری خوزستان به خبر ناآرامی‌ها در اهواز واکنش نشون داده و امنیتی شدن فضا رو رد کرده. رضا نجفی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفته که حسن حیدری از شاعران معروف اهواز بوده، به همین دلیل هم طرفدارهای او برای تسلیت تجمع کردند و قصدی غیر از این در میان نبوده. البته در شبکه‌های اجتماعی فیلمی از شخصی منتشر شده که میگه خاکسپاری این شاعر مخفیانه برگزار شده. تندفن شاعر شهید حسن حیدری رو دارن دفن میکنن. اطلاعات اجازه نداد که مراسم تشییع جنازه براش برگزار بشه. یه نفر از بچه ها با ما تماس گرفته و ما برای خاکسپاریش اومدیم اینجا. مردم خبر ندارن که الان دارن دفنش میکنن. فقط چند نفر خبر شدن و اومدن اینجا. بعد این رو هم اضافه کنم که بی بی سی به طور مستقل نمیتونه درستی این ادعاها رو تایید کنه. تا اینجا مقام‌های حکومتی هم از اینکه موضوع ابعادی امنیتی پیدا کرده باشه چیزی نگفتند. رئیس جمهوری آمریکا خواهان آزادی رابرت لوینسون مأمور بازنشسته FBI شده که 12 سال پیش بعد از سفری به جزیره کیش در جنوب ایران ناپدید شد. دونالد ترامپ گفته بازگرداندن آقای لوینسون یک قدم مثبت خواهد بود. دولت آمریکا 20 میلیون دلار جایزه برای دریافت اطلاعات درباره او تعیین کرده. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.
12 سال و 8 ماه است این فرد گم شده. رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته اف بی آی. روایت رسمی این است: آقای لوینسون 18 اسفند 1385 برای تحقیق درباره قاچاق سیگار به جزیره کیش رفت و دیگر از او خبری نیست. روایت دیگری هم هست که میگوید آقای لوینسون برای مذاکره با یک پناهنده آمریکایی به ایران سفر کرده بود. در آذر 1392 اسوشیتد پرس در گزارشی خبر داد آقای لوینسون بدون اطلاع مقام‌های ارشد CIA به وسیله 3 تحلیلگر این سازمان برای تحقیق به ایران فرستاده شده بود. ایران بارها گفته از آقای لوینسون خبری ندارد، ولی آمریکا مصر است که او ممکن است در ایران بازداشت شده باشد برای گروکشی در مذاکرات سیاسی. حالا دونالد ترامپ در توییتر نوشته اگر ایران بتواند رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که روبوده شده و 12 سال است در ایران مفقود است را تحویل دهد، قدم مثبتی برداشته. نشانه ای درباره آمادگی آمریکا برای پاسخ دادن به درخواست ایران برای مبادله زندانیان. آخرین تصاویر منتشر شده از آقای لوینسون این عکس ها بودند که در سال 1390 برای خانواده اش فرستاده شدند. لباس نارنجی زندانیان را به تن داشت و پلاکارد هایی در دست که تقاضای کمک می کرد. قبل از آن هم فیلمی از آقای لوینسون منتشر شده بود که در مکانی نامعلوم صحبت از رو به اتمام بودن داروهایش می کرد و خواهان کمک بود. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید پرونده مفقودی آقای لوینسون همچنان در ایران مفتوح است. و اگر بحثی مطرح شده احتمال میدیم که همون بحث مفقود بودن ایشون هست که طبیعتاً وقتی از جمهوری اسلامی ایران خواستن که به این امر کمک کنه، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مسئله انسانی، خب طبیعیه که پرونده ما برای همه مفقودین در ایران هر جا باشه پرونده ای باز میشه. اما این پرونده کیفری یا قضایی نیست اونجوری که بعضی در صدد الغاش هستن. دولت آمریکا هم هفته پیش اعلام کرد جایزه نقدی برای کسب خبر از وضعیت او را به 20 میلیون دلار افزایش داده. رابرت لوینسون 57 ساله بود که به کیش سفر کرد و حالا 71 سال دارد. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن. دن لوینسون، فرزند رابرت لوینسون از کیپتان در آفریقای جنوبی با ماست. آقای لوینسون، شک ندارم که هر روز به این فکر میکنید که پدرتون کجاست. آخرین باری که خبری از او دریافت کردین کی بوده؟ مشکل صدا داریم کم و بیش. آقای لوینسون گفتن آخرین باری که از پدرشون کسب اطلاع کردن همون زمانی بوده که ویدیویی از ایشون منتشر شده که در گزارش خشایار هم بود. امیدوارم که الان ترجمه همزمان رو داشته باشیم. در صورت آقای لوینسون، مقام های حکومتی در ایران گفتن که آماده همکاری هستند به دلایل انسانی. هیچ تلاشی کردید که با اونها اخیراً تماس بگیرید و پیگیر پرونده و وضعیت پدرتون بشید؟ ما همیشه تلاش میکنیم که با دولت ایران در تماس باشیم، تماس بگیریم. با سازمان ملل هم همکاری کردیم، گروه های کاری که در سازمان ملل هستن برای رسیدگی به بحث بازداشت های بدون محاکمه. ولی خب تماس با دولت ایران بسیار دشوار. من و مادرم سال 2007 و بعد 2016 به اونجا سفر کردیم، ولی بجز اون و بعد از اون هیچ تماسی با مقام های دولت ایران نداشتیم. دولت آمریکا مقدار جایزه‌ای که منجر به کسب اطلاع از پدر شما بشه رو بالا برده تا 20 میلیون دلار. نظرتون در مورد این اقدام چیه؟ فکر می‌کنید مؤثر باشه؟
ما فکر می‌کنیم که خیلی می‌تونه کمک کنه، برای اینکه در نهایت مجموعاً به 25 میلیون دلار میرسه و این بیشترین مقداری است که دولت آمریکا در مثلا برای اطلاعات درباره بن لادن یا بغدادی رهبر داعش اعلام کرده بود، و این نشون میده که دولت آمریکا چقدر جدی است در عزم خودش برای بازگرداندن او به خانه. بنابراین ما از هر کسی که در هر جای دنیا اطلاعاتی داره می‌خوایم که اطلاعات خودشون رو در میون بگذارن، چون دولت آمریکا تصمیمش برای پرداخت این جایزه جدی است و خواهش می‌کنیم که پیش پا پیش بگذارن، چون می‌دونیم کسانی هستن که در ایران یا در ارتباط با دولت هستن یا نیستن، در هر صورت می‌دونن که پدر ما کجاست و بنابراین ما اونها رو تشویق می‌کنیم که این کارو بکنن. پدر شما بیمار بودند، دارو مصرف می‌کردند، احتمالاً وضعیتی که درش به سر میبرند بسیار متفاوت است با وضعیتی که در آزادی داشتند. چی باعث میشه که امیدوار باشید به یافتن فردی که سالهاست خبری از او ندارید؟ البته ما خیلی خیلی نگران سلامتی او هستیم، ولی همزمان مسئله سلامتی که او باش روبرو بود مسئله رژیم غذایی بود و بنابراین می‌دونیم که الان او رژیم غذایی متفاوتی باید داشته باشه قاعدتاً، بنابراین مسائلی که مربوط به مثلا اضافه وزن و اینها میتونسته بوده باشه تا اینجا دیگه باید حل شده باشه. ما امیدواریم که او دسترسی به پزشک و داروهای مربوط به بیماری قند رو داشته باشه. در ویدیوها و تصاویری که از او دریافت کردیم به نظر می‌رسید که سلامتش حفظ شده باشه و امیدواریم که همچنان از او از این نظر مراقبت کنن. بنابراین روحیه خودمون رو حفظ می‌کنیم و امیدوار هستیم که با وضع در وضع سلامت به خونه برگرده. شخص رئیس جمهوری آمریکا پیگیر هست آقای ترامپ. اگر این پیگیری‌ها ادامه پیدا بکنه و موضوع به گونه ای باشه که پدر شما نشانی از او پیدا بشه، فکر میکنید که مسئله مهم میخواهد بود در گشایش بین رابطه ایران و آمریکا؟ قطعا اگر مورد پرونده پدر من حل بشه، فرستادن او به خانه میتونه همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت یک قدم مثبت اول باشه برای بهبود روابط بین ایران و آمریکا. در حال حاضر طبیعتاً رابطه ایران و آمریکا به خوبی گذشته نیست و من فکر می‌کنم که ما معتقدیم که این میتونه ایرانی‌ها میتونن با شروع با حل مسئله پدر من این قضیه رو شروع کنن و ما از این تحولات یک هفته اخیر راضی هستیم. ممنونم از دن لوینسون، فرزند رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که مفقود شده. و ممنونم از شما که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.